خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. این هفته از واکنش مطبوعات به اعترافات مائده هوجبری خواهیم گفت تا ادامه بحران آب و برق. و همینطور حرفای زد و نقیض درباره دو تا پرونده، هم پرونده خانم هوجبری و هم آنچه که در مورد خانم شجری زاده پیش اومد. سلام آقای بهنود. این هفته ها بعضی وقتا آدم یادش میره، انقدر خبر پشت خبر میاد که اصلا آدم یادش میره اول هفته چی بود، آخر هفته چی شد. ولی اتفاقایی که مهم بوده در هفته گذشته، یکی همین قطعی برق در ایرانه که به صورت کلی سراسری در اومده، بعد این تانکر سوخت که برخورد کرد با اتوبوس مسافربری در سنندج، و مرگ آقای امیر انتظام در آخر هفته، و حالا خبرهای دیگه که در طول برنامه بهش اشاره خواهیم کرد. بله، به طوری که خبرهای بزرگ رو، یعنی خبرهای عمده که در مورد تحریم، فشارهای آمریکا در مورد سفر آقای ولایتی به مسکو همزمان با نتانیاهو، اینا همه خبرهای مهمی بود که در حالت خاص خیلی جای بحث و گفتگو داشت، ولی همه زیر فشار اخبار داخلی کم رنگ شد. بله، میخوان شروع کنیم با روزنامه صبح نو که یه ذره عجیب بود به نظر من. خط شکن سکوت، نقش حسن روحانی در خاتمه یافتن قائله 18 تیر، باز کردن پرونده اینکه آقای روحانی در قائله 18 تیر چه سخنرانی کرده، چون ایشون در سفر بود موقع این حادثه و در اون زمان هم ایشون دبیر شورای امنیت ملی بود. آقای قالیباف هنوز از اون داستان حمله گازنبوری عصبانی هست. آره، ماجرا این هستش که الان یه مرتبه آدم تعجب میکنه که در روز سالگرد جریان کوی دانشگاه روزنامه خبری رفته و گزارش اصلیش گذاشته رو خط شکن سکوت و نقش حسن روحانی در خاتمه یافتن قائله 18 تیر، ظاهرا در قالب اینکه داره از آقای روحانی تعریف میکنه و در حقیقت همونطور که شما گفتین داره یه جوری جواب مناظره انتخاباتی رو میده. ولی پشتش به نظرم مهمه که نشریه نزدیک به آقای قالیباف و اصولگراها متوجه شده است که افکار عمومی به کدوم سمتند. بله، برخلاف تصور قبلی که داشتند، این نوع واکنش، یعنی برای کوبیدن آقای روحانی یه همچیزی نوشتن، معنیش این استش که متوجه شده اند که یه همچین گفتن یه همچین چیزی در افکار عمومی اثر منفی داره. روزنامه بعدی بهار هست. خب دیگه حالا ماجرای خانم هوجبری مسئله اصلی شد و روزنامه‌های مختلف بهش پرداختن. که واکنش ها خیلی زیاد بود، یعنی طوری که خود صدا و سیما مجبور شد بگه که ما از قوه قضاییه در واقع از ما خواست، بعد یه مقام قضایی گفت نه ما یه چنین دستوری ندادیم، بعد خلاصه هر کدوم از در واقع حالا موافق و مخالف یه جوری نشون میدادن که پخش این درست نیست. حالا یکی میگفت آقا چرا گریهش رو نشون دادین، یکی میگفت اصلا چرا این رو نشون دادین، و خب نکته عجیبی بود این دختر. بله، خانم 17 سال بیشتر نداره. مهم این استش که یک خانم جوانی رو با اون شکل، یعنی با اون شکلی که در اون بازجویی که شبیه شکنجه بود، اون بازجویی نبود یا حاصل شکنجه بود. بله، خیلی هم گفتن در واقع صدا و سیما شکنجه رو به عنوان به صورت علنی آورده در تلویزیون. بله، و داره خیلی نشون میده. چیز بود. به همین جهت هم ظاهرا واکنش افکار عمومی چه در شبکه‌های اجتماعی چه در روزنامه‌ها کاری کرد که برخلاف همیشه که اصولگرا متحد بودند پشت این ماجرا، این دفعه اصلا متحد نبودند. قوه قضاییه اومد گفت من نکردم، صدای سیما یه جوری خودشو کشید کنار. تا الان فقط ناجا اطلاعیه نداده، ولی در این حال بعضی از مقامات و اصولگرا هم گله و نگرانی خودشون رو مطرح کردند. نکته جالب این بود که تمام فضای مجازی هر جا می رفتید آدم ها در حمایت از مائده رقص و و این همه آدم با رقص های خوب ما ندیده بودیم. بله، منتها از این مقاله خانم آثاری کیانی هم نگذریم اینجا، بغض دهه 80 ها شکست. بله، به شهر داده که دهه 60 ها چه بغضی داشتن چون متولد دور جنگ بودن.
و چقدر متفاوته در واقع دهه 60 هر کدومشون عوض شد دهه 60 نه دهه 50 در واقع آره دهه 50 50 و 60 و 70 شهر داده این نقطه مشترک هم دارن و همون ابی و شهرام شهرپر و اینا که اون پشتا داره میره بعد مقاله خودش بعد از این که میگه حالا اینا در شکسته میگه معلوم هم نیست که اونها هم یعنی دهه 80 ها هم شهرام و شهرپال و ابی گوش میکنن یا نه یعنی احتمال میده که اینا از اون حد دیگه گذشتند یعنی یه ذره مدرن تر شدن روزنامه بعد همشهری هست که اونم باز جالبه که به این ماجرا پرداخته بله از این زاویه یعنی اصلا به خود ماجرای رقصیدن و رقص و واکنشا خیلی کار نداره بلکه از این زاویه که این برخورد رادیو تلویزیون چرا اینجوری و بازم یه نگاه کرده در واقع به همین نسل دهه 80 با یه سری یادداشت‌هایی که گرفته مثلا برای نسل جدید هیچ برنامه‌ای نداریم که این رو خانم طیبه سیاوشی گفته بوده از اله کورایی گفته که نادیده گرفتن نسل جدید به بیراه رفتنه و شکاف نسلی رو در جامعه باید بپذیریم اتفاقاتی که یعنی یا حرفایی که سالهای سال همه دارن میزنن و خب متاسفانه خیلی هم گوش شنوایی نداره بریم روزنامه بعدی رو ببینیم کیهان برخوردش اشتباه نکنیم برخوردش اون برخوردی نیست که مثلا آقای جهرومی وزیر ارتباطات کرده آقای جهرومی وزیر ارتباطات گفتش که این ماجرایی که سر این همین حکایت خانم مجبری در آوردن از جانب کسانی است که افشای لیست مفاسدین اقتصادی اذیتشون کرده و میخوام به این ترتیب روی تأثیر اون لیست رو بپوشونن خب بل. حالا آقای شریعت مداری و روزنامه کیهان ظاهرا همون حرفو میزنن ولی باطنش همچین حرفی نمیگن اونا معتقدن که اصلاح طلبا جنجال اینستاگرامی رو که البته شاید که تلویزیون اشتباه کرده باشه تو بخش اون مصاحبه نکته جالبش اینه که کیهان میگه که میتونست حساب شده تر بله، پخش کنه این. مشکل اینجا الان اینه که همه این کارها درست بود که کردین ولی میشد حساب شده تر باشه دست کم پخشش و بعد میره روی سیاست همیشگی یعنی حمله به اصلاح طلبا که شما همون کسایی هستین که با مفسدان اقتصادی یعنی توپو برمیگردیم حتی میگه تروریست های اقتصادی بله. رو باهاشون برخورد نکردیم مخالفت های معمولی اصلاح طلب ها رو که با اعدام به حال به این نوعی مخالفت میکنه از جمله مخالفت آقای صادق زیبا کلام رو اون رو به حساب این میذاره که شما اصولا با مبارزه با فساد مخالفید خب البته ببخشید یه انتقادی هم که این طرفیا دارن به صدا و سیما همینه که وسط این همه مشکلی که کل ایران رو گرفته از آب و برق و نمیدونم اقتصاد و اینا شما یه دختر بچه رو برداشتین آوردین که حالا واقعا 17 سال میتونیم بگیم دختر بچه هست دیگه اگه میخواستن که حواس شما رو از اون چیزا پرت بکنن موفق بودن چون تقریبا تمام هفته حواس رفت دنبال این موضوع بله بریم روزنامه آخر آرمان امروز آرمان امروز یک مصاحبه داره با آقای محمد مهاجری اون بالا میدونید که آقای مهاجری در حقیقت عضو رسانه‌ای جناح اصولگرا هست و مقالات ایشون هم تو نشریات اصولگراها چاپ میشه یه مصاحبه باش کرده مصاحبه خوبی است چند تا حرف میزنه از جمله همون چیزی که تیتر شده وقتی صحبت مذاکره میشه یادتون باشه این در زمانی داره چاپ میشه که آقای ولایتی رفته به مسکو و نتانیاهو هم در مسکوه و این حرف و گفتگو هم زیر پوستا داره میره کیهان هم درست همین روز یعنی دیروز در مطلب خودش اشاره کرده و برخلاف روش همیشه گیش که اگر یک کسی وزیر خارجه کسی از این گافا میکرد که همزمان با نتانیاهو میرفت اونجا حسابش با کرام کاتبین بود این دفعه نوشته که نه آقای ولایتی مشاور عالی خب رهبر هستن آره جواب داد و اینا به حال مثبت رو بشده با اون سفر درسته این همچه وضعه ایشون میگه که این گروهی از اصولگراها مخالفتشون با مذاکره با امریکا این است که چرا من نمی کنم این هم از اون حرفایی که سالهاست همه دارن میزنن دیگه مذاکره با امریکا خوبه به شرط که ما اینا کار انجام بکنیم بله. بریم کارتون ها رو ببینیم آقای بهنود خیلی خوبه در حاشیه خب خبر آره دیگه ببینید در همین حادثه هم که پیش اومده زیر پوستش اصولگراها مدام این حرف زدن که آقا اصلا اینستاگرام ببندین چرا خیلی هم میگن که در واقع این پخش این اعترافات
به این دلیل بود که الان برنامه بستن اینستاگرام رو دارن. بله، حالا این میگه که این اینستاگرام داره اون بغل میره، میگه آخه از جون من چی میخوان؟ یعنی مشکل اصلی مملکت فقط ما هستیم، این اینستاگرام هست. یه نکته ای را شاید بد نباشه اینجا بگیم، و اون این که یه گروه ادمین آموزش آشپزی رو در اصفهان احضار کردن که در تلگرام شبکه داشتن و بهشون گفتن که باید از شبکه تلگرام چون ممنوعه برید در مثلا شبکه سروش. واقعا میدونید بعضی وقت آدم خندش میگیره، آخه این که دیگه نه سیاسته نه نمیدونم هیچ چیز، دیگه آموزش آشپزیه. اگه مثلا جای طنزنویسا بودیم میگفتیم که خب اونم کارهای شوپناک اونا میکنن، این دلمه، این کوفته، اینا همه چیزا. یه چیزی اتفاقا توی توییتر دیدم، مردم میگفتن که خب تا حالا مثلا از هشتگ برقص تا برقصی میگذاشتیم برای مائده هجبری، حالا میتونیم بپز تا بپزیم، بپز و بخوریم مثلا. بله، از کارتون از بهرنگ جدی بود. بعدی ساسان خادم هست. بله، این اشاره است به صحبتی که آقای غلامرضا جلالی مسئول پدافند غیر عامل بله، ایشون حرف جالبی زده بودن دیگه، گفته بودن گویا این ابرا رو دشمن میبره اونور و یه مقدار مشکل بی آبی رو باز به دشمن. بله، میگه ابرای ما رو دزدیدن، که بعد دیگه بله، متخصصین همه انکار کردند. حالا اینجا اون داره میگه شما که آمار همه ابرا رو داری، بگو این بیت المال چطور شد که غیب شد؟ غیب شد رفت اونور. بعدی از شهرام شیرزادی هست. بله، یادتونه که مشهد اعلام شد که گفتن که تو فضای باز، یعنی مثل کاری که توی تهران شد، نمیشه که مسابقات فوتبال نشون بدی. یعنی اینکه بیشتر شهرستانا کردن، دیدین دیگه، یه پرده بزرگی گذاشتن و جماعت رفتن اونجا دیدن با خانواده و اینا. تو مشهد گفتن نه. حالا عرب زیادی تجسم کرده است که اینا تو حیات خونهشون رو تخت نشستن دارن تماشا میکنن. بیچاره با بچه‌هاش نشسته داره. دو تا مأمور اول در زدن محکم، بعدم از اون بالا دیوار رفتن بالا با اسلحه و اینا که میگه باز کو ببینیم توی فضای باز مرتکب جرم شدی سوال هم میکنه. مشتبه ادیبی بعدی هست. بله، این حالا اشاره است به سیاست خارجی. در حقیقت داره میگه که تعداد کسایی که با ما مثلا روابطشون قطع کردن داره زیاد میشه. دور و برش حافظ منافع مصر، آمریکا، عربستان، مراکش، اردن و گاهی سوئیس. آره، میگه فقط گاهی سوئیس دیگه، این انقدر سرشون شلوغ شده، یعنی کشورهایی که روابطشون قطع کردن زیاد شدن که بیچاره کسایی که میخوان برن سوئیس و ویزا بگیرن. خب بریم سراغ مجله ها. مجله قهوه با تم جام جهانی. بله، قهوه که نشریه کافه است و به نستی نوستالژیکه، به خاطر که هر دفعه نشریه مصوره دیگه، یعنی بیشتر از که مطلب توش اهمیت داشته باشه عکس‌ها اهمیت داره و واقعا هم خودشون رو حفظ کردن در همین سالا، عکس‌های فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنن. یه عکسی من دیدم خیلی جالب و فکر کنم همینه از آقای عابدزاده. بله، بعد داره اشاره میکنه به بازی ایران و آمریکا در اون زمان که انقدر روابط پرتنش بود، که خب البته الان هم هست، و به اینکه این چقدر اون گل استیلی گل قرن شد که باعث برد ایران شد، و اینکه میگه در واقع به گل صلح هم معروف شد. این سالهای قبل که بعضیشون اصلا نیستن الان دیگه، خیلی این عکسای اون دوره ها، اولین باری که تیم رفتش که هم آقای اشمت مهاجرانی داریم میبینیم، هم کامبیز آتابای دبیر فدراسیون موقع، هم هوشنگ دیدبان دبیر، هوشنگ دبیر آقای آتابای رئیس فدراسیون فوتبال، و اعضای تیم که همه اعضای تیم رو اینجا نشسته قایقران دارم میبینم، و بقیه اعضای تیم که این گوشه و کنار هستن، علی پروین هم هستش و بقیه همه هستن، و دیگه همینطور که دارم برمزم دارم نشون میدم که این وفادار مونده به این چیزی که گفته است. اون صحنه معروف زین الدین زیدان در فینال مسابقات اون سال که فرانسه رو محروم کرد از جام، این همونه نبود که ایتالیا برد؟ فرانسه داشت بازی میکرد با کی؟ با ایتالیا. با ایتالیا. با ایتالیا، که بعد او یه چیزی بهش گفت و عصبانی شد، در حالی که تیم فرانسه در حال چرا من قشنگ یادم بود، چون من اون موقع روم بودم و تا صبح ملت شادمانی می‌کردن، خیلی مؤدبانه دیگه واقعا فرانسه و زیدان بیچاره رو. حالا که اینا رو دیدیم، این صفحه کافی شاپ انوشه صادقی آزادم ببینین، یه صفحه ای سمتی که ببینین از
ترجمه شده از اشترن آلمانه. یه عکسیه، عکسیه که رو میز رو نیمکت ذخیره اون موقع تیم‌های آلمان حتی اینطوری بوده، الان چقدر مدرن شده. بله. خب این تیت زده من ترانه چند سال دارم، به خاطر اشاره به فیلم آقای صدراملی من ترانه 15 سال دارم. بله، این دهم مهر سال 65. آخه این وسط سن این فسخلی هم که اینجاست، اینم روشن شد که در اون موقع 3 سالش بوده. این مامان ترانه علی دوستی است، اینم خود حمید علی دوستی است که با ترانه که اون موقع 3 سالش بوده کنار رئیس اون تیم و نشستن رو نیمکت مسابقه فوتبال. چه عکس جالبه. آره خیلی عکس جالب تماشا، خیلی هنر به خرج دادن که این بریده روزنامه گردش. مجله بعدی کرگدن هست. بله، شما از کرگدن دفعه پیش چیزایی رو دیده بودین؟ والا کرگدن دفعه پیش، خب یعنی هفته گذشته یه نامه‌ای من دیدم که آقای در واقع سردبیر نوشته، به عنوانش هم هست نامه‌ای به یک دوست دهه 70. و خب خیلی جالبه دیگه، در واقع آقای میرفتا به عنوان یک دهه 40 نامه می‌نویسه و از اینکه عذرخواهی می‌کنه که ما شما رو بد قضاوت کردیم، فکر کردیم شما براتون مثلا مملکت، وطن، نمی‌دونم ارزشی نداره، اهمیتی نداره، و اینکه آدمای سرخوش به قول معروف حالا یه جورای لاابالی طوره که برای خودتون همینطوری خوشین و هیچی براتون اهمیت نداره و آدمای عمیقی نیستین و اینا. و حالا که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب ما اشتباه کردیم، برای اینکه نسل ما هم همینطوری قضاوت شد با نسل قبلی. همینطوری قضاوت کردن در واقع. اینکه شما چیز کردین اشتباه شما نبوده، به خاطر قضیه کاغذ این شماره اخیر تأخیر افتاد توش. قضیه کاغذ خیلی جدی شده برای مجلات، به همین جهت هم این شماره جدید که میبینید که دیروز منتشر شد اومد جای اون رو گرفت. شما اشتباه نکرد. این دفعه آقای میرفتا فقط باید چتر به دست بگیریم، عنوان سرمقالشه، میگه با بحران نمیشه زندگی کرد، اما گویی ما به بحران خو گرفته ایم و بی اون کار کاسبیمون نمیگذره. روزنامه رو بخونین، تلویزیون رو ببینین، رادیو رو بشنوین، با دوستان و همکارانتون صحبت کنین تا حساب کار دستتون بیاد و دریابید که بحران تا کجاها در زندگی فردی و اجتماعی ما وارد شده است. اما یه بخشی جامعه شناسی خودمانی داره همیشه که خیلی بخش مفیدیه واقعا. یه کتابی هم به این عنوان هستش، آقای سعیدی، الاسخر سعیدی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه که اتفاقا خیلی تو این زمینه کار کردن، خیلی زیاد باش مصاحبه کردن. این دفعه اصل صحبت سر اینه که این شمال، شمال ایران دیگه شده حیات خلوتی انگار بغل تهرانه. یعنی یه حیات خلوت سرسبزی وجود داره که متروکه هم هست و بنابراین هر کی سر و تهش میزنن شمال دیگه، و این رو این دفعه بحث کشیده. ملت از هوای تهران رو نمیدونم، بیابی تهران همه چون فرام کامیون شمال. بعد آقای سعیدی توضیح داده که این رفتاری که همه گیر عمومی شده، به تعبیر ایشون مردم برای فرار از شهر در پی اصالت راهی جاده میشن، مقصد مهم نیست، تو راه بودن و جا به جا شدن هست که نیاز اونها رو رفع میکنه، و بنابراین خب براشون طبیعتاً مهمتر هم هست که برن یه جای سبزی، نه یه جای مثلا فرض کنید که خوشتر از خود تهران یا شبیه بدتر از تهران. حالا این عکسی که دارید میبینید تحریک این وسط هست به خاطر اینکه بخشی از مجله اختصاص داده شده پرونده، همیشه پرونده شخصیت‌ها داره، این دفعه گانگسترها رو موضوع قرار داده. گانگسترهایی که بودن، گانگسترها بعدشون بعد هم نبودن، چون که به همین اولی که میرسه و اشاره میکنه به این صحنه غریب از پدرخوانده کاپولا، و این وقتی که شما این داستان رو ببینید که فرانسیس کاپولا که حالا دیگه ذره پیر شده تو این صحنه که این دوتا مارلون براندو داره این نگاه به پسر جوونش و این بازی حیرت آور مارلون براندو در اونجا، میتونست از اون دونکالونه هر
کسی بود مثبتش میکرد. خب همین یه انتقادی هم که هست اینه دیگه. که در واقع این پدرخوانده یه مقداری سانتیمانتال کرده بله دیگه داستان مافیا در بله. ایتالیا رو. و این در حالی است که وقتی میریم عقب این پرونده رو ادامه میدیم میرسیم به دورانی که دوران معروف گانگستریست در سینمای آمریکا هست که جیمز ککنی و اینا توش بودن. اونجاها قضیه فرق میکنه، اونجاها اینا یه اسبابازیه دستشونه که این اسبابازی محبوب بچه های بزرگ بودن. مسلسل اون داره اون بخشو میگه که در این زمینه باز یه بحث سینمایی رو، اینم آخرش نیست به خاطر اینکه این بحث راجع به گانگسترها رو و حضور گانگسترها رو در زندگی دائمی میده. هفته نامه کرگدن الان یک جایگاهی پیدا کرده است با همه کوچولوییش و کم ادعاییش که به نظرم میرسه که اگر که ما در تهران بودیم قطعا یکی از چیزایی که هر هفته از دست میدادیم. البته من شانسی دارم که به حال به هر ترتیب میگیرم گرچه دیرم شده نگاه میکنم. الان هم که ما اینجاییم همیشه دعوا بین برنامه دیدبان و بچه های رادیو هست که این کرگدن مال کی باشه. میخوان کرگدن خیلی محبوبه. بله خب بریم مجله زنان امروز رو ببینیم. مجله زنان این شماره آخر بهارش شماره است که به فحش‌های جنسیتی بله و معتقد است که این تداوم فروش دستسازی زنانه، یعنی این یه نگاه یه جور دیگه است به این فحش‌ها. این فحش‌ها که معمولا به صورت متلک بود ولی این اواخر چنین که پیداست تند شده و این بحث هم فقط بحث تهران و ایران نیستش، میدونید که در دنیای مطرح این الان فیلمه. که در مورد بازی ایتالیا و فرانسه حرف می‌زدیم واقعا همون شب تا صبح ایتالیایی‌ها هر آنچه فحش جنسیتی بود تا صبح به فرانسوی‌ها دادن. بله همون اون صحنه که برای زیدان نگاه می‌کردیم بعداً معلوم بله. شدش که همین پایه بوده دیگه. ولی به هر حال مثلا اینکه اینجا حالا رفته حبیب دانشور یک گزارش تهیه کرده ساعت 2 بعد از شب سر صدای ناگهانی خیابون از خواب بیدارم می‌کنه، جلوی کنجکاویمو نمیتونم بگیرم، سرم از پنجره بیرون میکنم، زنی حدوداً 30 ساله با موهای طلایی با قفل فرمانی در دست به سوی مردی حدوداً 24 ساله با ریشای سیاه میره و مرد از او فرار میکنه. مرد از این زن فرار میکنه. پاشنه کفش زن بلنده و مرد کوتاه، فاصله شون هر لحظه بیشتر میشه. زن فحش میده از لبه پنجره، فرصت و انگیزه‌ای برای مداخله و حل کردن دعوا ندارم، به جاش مشغول ثبت و طبقه بندی شنیده هام میشم. دو سوم فحش‌های زن با مادر شروع میشه، بقیه اونها مخاطب اصلیش خواهر مرده. نکته جالبی که این گزارش داره اینه که رفته سوال کرده از کسایی که در واقع حالا فحاشی میکنن یا فحش میدن، فحش جنسیتی میدن، نکتهش اینه که خیلی از اینا آگاهانه انتخاب نمی‌کنن، یعنی اصلا شاید ندونن که این فحشی که دارن میدن بار جنسی داره یا بار جنسیتی داره. اینا. آیا مردان فرادستن؟ این موضوع رو مطرح کرده. وایس حجاریان گویا آیا حجاریان هم جواب داده. آیا حجاریان خوب دیگه هم میشناسن لازم به معرفی ایشون نیست. میگه که در پاسخ این گفته است که اگه وقتی از بچگی پسرا شیرن مثل شمشیرن، دخترا موشن مثل خرگوشن، خب این شعرها نمونه های مشابه اون بیانگر این واقعیت که از کودکی این باور پرورش یافته که پسرها شجاع هستند و غیرت دارند، در موضع قدرتند و دخترها فاقد این سواد. من یک گزارشی دیده بودم، گفتگوی کرده خانم نیلوفر رضا بندلو با رحیمه پرویزپور مؤسس کتابخانه روستای ابتر. خیلی جالبه از این نظر که این خانم پرویزپور 28 سالشه، متولد این روستاست که از توابع ایران شهر بلوچستانه. میگه که توی مصاحبه داره میگه که خواسته بره شورای شهر، ثبت نام هم کرده گویا با حمایت پدر و شوهرش، ولی بعد به خاطر فشار خانواده و فامیل از جمله عموی بزرگ و عموی دومش مجبور شده که ادامه نده و پس بگیره. ولی میگه که دیدم که خب من نرفتم که بخوام حتما تو شورای شهر باشم چون درصد اون جامعه نمیپذیره، یعنی اینقدر سنتیه که عموی من میگفتش که درست نیستش که آبرو خانواده میره که تو به عنوان یه زن بری با مردا بشینی توی جلسه ای. و میگه من هدفم این نبود که این کار کنم، من هدفم این بود که به زنا کمک کنم و به بچه‌های روستا کمک کنم. خلاصه یه خانه مادر بزرگی بوده
و این 100 تا کتابی داشته و اینا، و این خونه مادر بزرگ رو تبدیل به یه کتابخونه میکنه برای بچه‌ها و کوچه به کوچه روستا میره، از هر کسی کتابی میگیره و خب اهالی روستا کمک میکنن، خیریه‌هایی هستن که کمک میکنن و الان یه کتابخونه درست کرده برای بچه‌ها و حتی زن‌ها که میرن اونجا و با بچه‌هاشون. و اتفاقا در طول مصاحبه دختر کوچیکش یا پسر کوچیکش روی پاش نشسته و اونجا توی کتابخونه است. خیلی مصاحبه قشنگی بود و واقعا این که نشون میده که همه یه راه ها اون یه راهی که شما فکر کردین نیست. بله، از راه دیگه میشه. خیلی مهمه. خب بریم کارتون آخر رو هم ببینیم. این کارتون سرمان طاهری است، به خاطر اینکه شهروند، یعنی صفحه طنز هر روزه روزنامه شهروند که اسم خودشو از اول گذاشت شهروند، این به سردبیری هادی حیدری 500 شماره شد. مبارکشون باشه واقعا. صد شماره، خب جای مبارک گفتنم داره اینا. شهرام شهیدی در به اصطلاح سرمقاله‌ای که برای این صفحه نوشته بود، خلاصه حرفش این است که ما گذشتیم، ساده نگیرید، ولی ما رو به سخت‌جانی خود این گمان نبود. مرسی آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات انتقاداتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو همین الان میتونید روی صفحه تلویزیونتون ببینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ هم میتونید در فیسبوک و توییتر با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب روزتون خوش.